مادر ترزا نیز اعلام میکنه اگر شروع به قضاوت کردن نسبت به دیگران بکنی دیگه وقت اینو نخواهی داشت که اونها رو دوست داشته باشی و محبتشون بکنی. پس حتی اگر شما محبت کردن رو دوست دارید، ابراز میکنید که عشق و محبت قدرت بسیار داره، ما گویا در ما این توانو نداره، هنوز در قضاوت هستیم، هنوز در داوری هستیم. حتی این نوع زندگی زخم خورده رو سعی میکنیم کسایی که درش عمیق شدن، چند تا بیت ازش گفتن، داستانی گفتن و یک سوز دلی ازش هست، ما با یک لذت خاصی گوش کنیم. به طور خاص و از این رو هست که میبینیم آهنگهای غمگین عجیبه، چگونه هست که به دل ما اینقدر میشینه، خیلی غم توش داره، ولی اینقدر عمیق میشیم و یه آهم میکشیم، میگیم وای این من. ولی آهنگای شاد اصلا نمیفهمیم دارن چی میگن، فقط همین که یه ریتم 6 و 8 داره اولش نمیرقصیم، بعد که تعارف میکنن میگیم نه بعد میرقصیم دیگه، نمیشینیم با همونا ولی نمیدونیم داره چی میگه. شاعر این گونه میگه: خنجری بر قلب بیمارم زدن. شاعر از ابتدا اعتراضش رو داره میکنه، میگه قلب من، فکر من مریض بود، ندانستم چی گفتم، نتوانستم اون کاری که درست هست رو انجام بدم، اما تو منو درک نکردی، به من آسیب زدی. خنجری بر قلب بیمارم زدن، بیگناه بودم ولی دارم زدن. محکوم میکنه، مخاطبش رو محکوم میکنه، به خودش نگاه نمیکنه. دشنه نامرد بر پشتم نشست. امیدوارم این ادبیات فارسی ما نسبت به مرد و نامرد پاک بشه در آینده، چرا که این یک توهین هست متاسفانه به زنان، یه اشتباه بوده. بسیار خودمونم استفاده میکنیم، جوان مرد فلانی خیلی مرده، نه، زنان هم هستن که در راستی و صداقت هستن. باشه که این نیز از ذهن ما، از زبان ما برداشته بشه، زن و مرد یک هستن. غلاطیان 3:28 میگه زن و مرد یکی هستن، هیچ فرقی نمی کنه. مسئولیتشون اتفاقا به نوعی هست که من و شما که به عنوان مرد خودمون رو میدانیم اونجا نیستیم. خنجری بر قلب بیمارم زدن، بی گناه بودم و دارم زدن. تشنه نامرد بر پشتم نشست، از غم نامردمی پشتم شکست. لذت ببریم از این نوشه، چون در سکوی اشتباه ایستادیم، حتی وارد سال جدید شدیم، به هم تبریک میگیم، بسیار توصیف میکنیم این ایام رو که ما در موقعیتی هستیم که میتونیم عوض بشیم مثل بهار. برای هفت‌سین بسیار تدبیرهای زیبایی داریم، هر کسی با هر اندیشه‌ای و هر موقعیتی که هستش، اما چقدر در ما توان داشته. ایوب که ما ایرانی ها اون رو مرد صبر، پیامبر صبر میخوانیم، ایوب اتفاقا با گله و شکایت مدام در حضور خدا و دوستانش بود. خودش رو محکوم کرد، خانوادش رو محکوم کرد، خدا رو هم محکوم کرد، خلق خدا رو هم محکوم کرد. میخواییم با هم دیگه کتاب ایوب باب 11 رو بشنویم که این ایوب هرچند خدا دوست بود اما خداشناس نبود. مانند گذشته من واقعا خدا رو دوست داشتم. تصور نمی کنم روزی اومده باشه که حتما نماز قضا خوندم موقعی که مسلمان بودم، اما نیومده که نماز نخونم از زمانی که پدرم به من نماز یاد داد، و بسیار متعصب بودم، بسیار متعصب بودم، طوری که ما وقتی سوئد هم رفتیم این جبر مردانگی ما اینجا بده، اینجا رو قبول کنیم که ما چه مردایی در اشتباه بودیم. به زور به همسرم گفتم باید روسری داشته باشه، باور اسلامی بود. خدا رو دوست داشتم مانند خیلی از مسلمانان که حقیقتا خدا رو دوست دارن اما خدا رو نمیشناسن. چون نمیشناسن نمیدانند رضایت خدا چیه، نمیدونن هدف خلقت چی هستش. در گذشته من اینگونه بودم،
خیلی از شما که امروز به مسیح ایمان آوردید حتما نقطه ضعفایی هم شما داشتید در باورهای اسلامی. و توی دنیا خیلی از باورها هستن که خدا دوست هستن اما خداشناس متاسفانه نیستن. پس اندیشه اشتباه میاد، داوری‌های اشتباه میاد، مانند خود ایوب. در کتاب ایوب ما میبینیم یکی از دوستان جوان ایوب به نام سوفه که میدانست ایوب توی درد و رنجه، توی خاکستر هم نشسته داره کرما رو از بدنش جدا میکنه، اما ناراحت این بود که انرژی خودش رو داشت میذاشت به جای اینکه بهبودی پیدا کنه. کلام خدا میگه ضعیف بگوید من قوی هستم. شروع کرده بود داوری بر دیگران، داوری بر خودش، حتی دوستانش که اومده بودن اونها رو ملاقات کنن اونها رو هم داوری بد میکرد. همه ما به نوعی شاید این تجربه رو داشتیم، تو سختی و مشکلات هستیم، انتظار نداشتیم وقتی به یه دوستی میرسیم از دردها و رنجهامون سخن میگیم اون فقط بگه توکل کن به خدا، بعد میگیم کو خدا، اگه خدا بود که به داد من میرسید، شدیم یا نشدیم؟ من شدم. رسیدیم به اون جاها. ایوب این گونه رسیده. پیام امروز این هست: با ریسمان های درد و رنج اجازه نده در این سال جدید زندگی کنی مانند ایوب. فصل تو خودت باید عوض کنی با قوت روح القدس. We'll be right back.